ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها در پنجم جمادی الاول که مطابق با پنجم یا ششم سال هجری قمری میشه، ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها رخ دادن. خب ولادت بانوی با شجاعت، اولیا مخدرات، حضرت زینب کبری سلام الله علیها، عقیله بنی هاشم در همین پنج جمادی الاولا هست. تولد حضرت زینب کبری روایت متعددی وجود داره که مشهورشان همو پنج جمادی الاولا است که سال ششم هجری میشه. خب ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها همو قسمی که ما میدانیم یکی از شخصیت های برجسته در دین اسلام میباشه و ما از این مقام بزرگوار و از این مقام با عظمت و معصومه سلام الله علیها میتونیم که تجلیل بکنیم و لازم نیست که ما جشن‌های خیلی بزرگ بزرگ بگیریم، بلکه ما میتونیم توسط یک جشن کوچک و ساده و یا هم توسط ای که فقط با یک تقسیم کردن شیرینی و تقسیم کردن یک شربتی در کوچه ها و یا هم در قسمت های بیرون از خانه تجلیل بکنیم و میتونیم به صورت کوچکتر در خانه هم جشن تولد حضرت زینب سلام الله علیها را برگزار کنیم. خب ما میتونیم که ولادت با سعادت حضرت عقیله بنی هاشم سلام الله علیها را با برگزاری همچون برنامه های متعدد، مثلا برنامه هایی که همیشه اینجا گرفته میشه، مثلا در شأن حضرت زینب سلام الله علیها یا مثلا محتوای برنامه با مداحیا و مولودی خانی ها و اینا، البته همه محتویات برنامه ما متعدد باشه، با سنین مثلا بر اطفالا هم باشه، بر مادران عزیز هم باشه، بر دختران که جوان و نوجوان هم هست، باید همچون برنامه های زیادی داشته باشیم تا اینکه حضرت زینب سلام الله علیها همونطور که الگوی تمام معنا و الگوی خوبی ها هست بر همه عزیزان و مخصوصا بانوان، توسط برنامه ها بتونن که یک معرفت حاصل کنن و یک درس از زندگی در مورد حضرت زینب سلام الله علیها بگیرن. خب چون ایشان شخصیتی دارن که صحرای کربلا و صحنه های کربلا را بر ماها آشکار ساختن، یعنی وقتی حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام زحمت ای را کشیدن که دین اسلام را پایدار نگهداری بکنه، حضرت زینب کبری سلام الله علیها بودن که در ریشه ای درخت آب مندازن و ما میتونیم که به صورت خیلی زیبا و به صورت خیلی قشنگ از روز حضرت زینب کبری سلام الله علیها و از ولادت ایشان تجلیل داشته باشیم، به خاطر که حضرت زینب سلام الله علیها از جمله کسانی است که تمام عمرشان را وقف اسلام و تبلیغ دین اسلام کرد، همانند امام معصوم علیه السلام در تبلیغ و انتشار و پخش دین اسلام خیلی زحمات متقبل شد، حتی خانواده فرزندان همه چیزهای خود را فدای دین اسلام کرد، حتی گفت که همه مشکلات من ببینم جز صبر و شکیبایی بر من چیزی دیگه والا و بالا نیست. حضرت زینب سلام الله علیها یگانه کسی است که آرامش دل همه زنان و آرامش دل همه شهدا و آرامش دل همه یتیمان که مثلا در او زمان زندگی میکردن به مست که وجود مقدس حضرت زینب سلام الله علیها را میدیدن آرامش میگرفتن، از بس که این متحربانو حتی از نامش پیداست که میگن زینت پدر. طوری که بیشتر هم گفتم حضرت زینب کبری از الگوهای بزرگ است که ما مثلا اخصان یکی از الگوهای بسیار بزرگ است برای ما مردم تشیع و همچنان به تمام خانمای جهان که ما از تمام ویژگی‌های حضرت زینب باید الگو بگیریم و هر شخصی باید یک الگو بر زندگی خود داشته باشه و این خیلی مهم است که ماها مثلا خود ویژگی هایش و فضیلت هایی که حضرت زینب داره در زندگی خود پیاده کنیم و از راه و رسمی که رفته همچنان ما هم در زندگی خود کار کنیم.
اگر انسان در مقابل هر سختی صبر بکنه به درجات والایی میرسه. اگر ناشکیبایی بکنه پس از هر چیزی که در دنیا هم داره پس میمونه. پس ما میتونیم یگانه الگوی خیلی، یعنی الگوهای زیادی داره از زینب که ما از اونها مثلا بگیریم، اما برای خود ما شخصا چیزی که خیلی ارزشمند و خیلی با، یعنی مثلا میتونیم الگو بگیریم صبر حضرت. زمانی که یعنی در قضیه کربلا سر برادر شبالای نیزه ها دید، یعنی مثلا اسارت کشید، تمام سختی ها را دید، اما بازم زمانی که ازشان سوال میکنن میگه چی دیدین، بازم در جواب میگه ما رأیتو الا جمیلا، ما جز یعنی شکیبایی چیزی ندیدیم. و حتی میتونیم برگردیم روی عبادتشان که زمانی که به اسارت میرن با تمام سختی و گرسنگی و با تمام یعنی صحبت های یعنی کوبنده ای که در بین دشمنان داشتن، باز هم از عبادتشان یعنی نماز شبشان قضا نبود، همیشه پابند عبادت و نماز شب و اینایشان هم بودن، یکی صبرشان و یکی ایمان و عبادتشان. با امی ویژگی ام المصائب بودن حضرت زینب و بعدش و صبر و استقامت حضرت است که همچنان یکی از ویژگی های دیگیش هم سخنوری و مبلغ بودن حضرت است که حضرت بعد از روز عاشورا پیام آور خود عاشورا می باشن. عبادت ایشان بودند که حتی در شب شام غریبان که مصیبت های عظیمی را دیدند ولی حضرت تسلیم مصیبت نشدند. از جمله ویژگی های خانم حضرت زینب سلام الله علیها، حضرت عقیله بنی هاشم، یک صبر و شکیبایی و بردباری در تمام مشکلات و در تمام تحریم ها است که هر چیز حضرت زینب میبینه صبر میکنه. و دیگه این که خیلی عابد و خیلی هر چی مشکل میبینه باز هم از عبادت دست بردار نیست. اما متاسفانه ماها کسانی هستیم، همه مسلمانان این مثلا این زمان و مز مشکلات میبینن دست از همه چیز بر میدارن، اما یکی از چیزهایی که حضرت زینب سلام الله علیها داشت، هر مشکل، هر نوع تحریم، هر چیزی روش میامد از هیچ چیزی دریغ نمی کرد، مخصوصاً عبادت های خدا و خالق آفردگار هستی ما. خب حضرت زینب کبری سلام الله علیها طبعا چون شخصیت خیلی بالا و برازنده ای داره، معمولا کتاب های بیشتری هم در رابطه با ایشان به نشر رسیدن و یکی از مهمترین کتاب هایشانه که من خودم شخصا یک مقدارش را مطالعه کردیم، بانوی آفتاب هست که دارای دو کتگوری می باشه. کتگوری اول شامل زندگی نامه حضرت از آغاز ولادتشان تا زمان صحرای کربلا یا صحنه کربلا هست و کتگوری دوم ایشان از صحرای کربلا و از اسارت ایشان شروع میشه تا زمان شهادت ایشان، که واقعا کتاب برازنده ای هست و ما میتونیم از این استفاده های خوبی داشته باشیم. خب ما هر چی در مورد شخصیت و ویژگی های حضرت مطالعه کنیم، به قدر که از دریا قطره چشیده باشیم هم هنوزم کم است. و معلومات که طبعا وقتی که ما در راه بیاییم و طلبه شدیم و بخواییم یک معلوماتی داشته باشیم، حتما چیزی مثلا در مورد خود شخصیت حضرت مطالعه میکنیم. و کتابی که شخصا خودم میخوانم و مثلا یک چیزی ازش گرفتیم، گوهر صبر است. کتاب گوهر صبر اگر بیننده ها بخواین در موردش بخوانن، خیلی موضوعات جالب و خوبی در مورد حضرت. البته حضرت زینب سلام الله علیها بخواییم در مورد حضرت زینب سلام الله علیها مطالعه کنیم، کتاب های خیلی زیادی وجود داره، آیات و روایات و همه اینها. اما مشخصا میتونیم که در مورد زندگانی حضرت زهرا سلام الله علیها اگر مطالعه کنیم، قطعا که حضرت زینب هم در اونجا، یعنی از حضرت زینب سلام الله علیها اونجا بیان شده. و در جایی که خیلی میتونیم مثلا در مورد حضرت زینب سلام الله علیها بیشتر و بیشتر تر معلومات پیدا بکنیم، یعنی کتابیه که ما در مورد کربلا میخوانیم. یعنی در مورد کربلا زمانی که ما کتاب میخوانیم، قطعا نامش کربلا و حضرت امام حسین علیه السلام، اما آن چیزی که حضرت ابو عبدالله و یاران با وفایشان دیده، یعنی قطعا ادامه دهنده مسیرشان حضرت زینب سلام الله علیها هستند. که در کربلا چی گذشت؟
در یک کتاب میتونیم خیلی مثلا بتونیم مثلا در مورد حضرت زینب سلام الله علیها بخونیم و یک کتابی مشخصا در مورد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها و یکی هم مثلا بانوی صبر که یک کتاب به نام مثلا بانوی صبر که می یک مطلبشم پیشتر براتون بیان کردم که یعنی از صبر انسان میتونه به هر جایی برسه و از مثلا بی صبری و بی‌شکیبایی میتونه هر چیز را از دست بده. البته در قسمت حضرت زینب سلام الله علیها چندین کتاب های مثلا حضرت زینب سلام الله علیها الگوی شکیبایی ها اینا مطالعه کردیم، بعض از مقالات و بیشتر خودم شخصا دوست دارم که روایات فضائلی در مورد خانم حضرت زینب سلام الله علیها بخونم. دیگه یکی از کتابی که خیلی مهم است به نظر من که همه عزیزان بخوانند، مخصوصا قشر خانم ها و جوانان و دختر خانم ها بخوانند، کتاب الخصائص زینبیه که خیلی مهم است در مورد فضائل و در مورد مقامات و در مورد چگونگی همه چیزهای حضرت زینب سلام الله علیها بحث کردن و یکی از کتبهای خیلی معتبر هست که همه عزیزان میتونن استفاده کنن. ولادت با سعادت یعنی الگوی همه زنان عالم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها قهرمان کربلا به همه هموطنان عزیز ما، بر همه شیعیان، بر همه دوستداران آن حضرت در هر گوشه و کنار دنیا که هستن تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله ایدی همه ما در روز ولادت با سعادت آن حضرت ظهور و فرج آقا صاحب زمان علیه السلام بشه. خب بازم تولد حضرت زینب کبرا بانوی صبر و استقامت، سخنور، مفسر و همچنان پیام‌آور عاشورا را به تمام بیننده های عزیز که ما را از این دریچه میبینن تبریک و تهنیت عرض میکنم. اول تبریک میگیم این ولادت با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها را خدمت امام زمانمان و بعد به همه عزیزان و شیعیان و مولانا امیرالمومنین علیه السلام که این برنامه را تماشا میکنن. انشالله که ما مثل حضرت زینب سلام الله علیها بتونیم در حق امام حی حاضرمون نائب، یعنی که امام حضرت زینب سلام الله علیها نائب امام زمان خود بود، ما هم بتونیم مثل حضرت زینب سلام الله علیها وفادار به امام حی حاضرمون باشیم. به حق حضرت زینب سلام الله علیها عجل ولی کل فرج.